سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب نشستی را درباره بررسی فعالیت‌های گروه داعش در جهان به شمول افغانستان برگزار می‌کند. در گزارش این سازمان آمده است که اکنون شمار جنگجویان و اعضای خانواده‌های گروه داعش در افغانستان در میان 4 تا 6 هزار تن تخمین زده می‌شود. اما امارت اسلامی نیرومند شدن شاخه خراسان داعش را در کشور رد می‌کند و اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر کار گرفته نخواهد شد. امشب ما هم این موضوع را به بحث میگیریم. مهمانان برنامه آقایان محمد متین محمد خیل، آگاه مسائل سیاسی، و داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل با ما وصل هستن. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای محمد خیل، بحث را با شما آغاز میکنیم. چرا شورای امنیت سازمان ملل درباره داعش نشست برگزار میکنه؟ افغانستان هم شامل است. بسم الله الرحمن الرحیم. سپرز سلام بر شما، بر مهمان عزیزتان، همکارای تکنیکی و مردم غیور افغانستان. اول موضوع داعش، ما یک تشریح تیز دارم اگه اجازه بدین. بعد از اینکه ابو مصعب زرقاوی در یک نشستی که با دو معاونش در یک حمله هوایی از بین میره در عراق و سوریه، یک کسی در اونجا در بازی های استخباراتی در میدان می به نام ابوبکر بغدادی که خود مجاهدین زرقابی هم به این شناخت نمی داشته باشه، و در پشت سر از یک تعداد مردم استاد میشه که مردمایی که در تصفیه پاس شده و در اونجا منفعت طلب هستند، تو گروه ها در پشت سر از استاد میشه و بالاخره در اونجا بیا یک دو جای میگیرن که یک جای تیل و یک بانک چیز میکنه که امریکا در اون وقت اعلان کرد که اینها صاحب 100 میلیون دلار شدند. در سال 1393 این گروه، اما تو که داور پاکوین از یک نویسنده ایرانی است، میگه که از طریق زمینی امکان نداره که این در افغانستان آمده باشه. در مو وقتا مردم افغانستان بیاد دارن که در سمت شمال بسیار آوازا بوده که تیارای چرخکی در اینجا مردم مسلح را تا میکنه، و در سال 1393 از طریق هوا این گروه به افغانستان انتقال داده شد که در تعقیب از یا دست امریکا در قسمت نظامی، دست عربستان سعودی در قسمت مالی، و یک تعداد مردم های مزدبگیر در جمهوریت بوده که در تعقیب از یا دست داشتند. بالاخره یا در گرین ویلیج پلچرخی جای بجای شدن و توسط تیاره به سمت شمال و کنر انتقال داده شده. مو وقتا مردم غیور افغانستان دقیقا نیره بیاد دارن که وقتی که مجاهدین امارات سرازیاب در جنگ خط اول پیش می شدن، خط اول توسط تیارای امریکایی بمبارد می شدن، یعنی خط اول طالبا بمبارد می شدن و وارن در سمت شمال. خب کلگی بیاد داره مردم افغانستان که وقتی سرازیاب هجوم آوردن یا در تیارا و در موترهای یو این دوباره با بگرام و با کجا انتقال شد. موضوع اصلی در کجا است؟ موضوع اصلی دی است که داعش، امتو که امریکا میگه و امتو که کشورهای اروپایی دعوای زیر میزنه، به این اندازه در افغانستان وجود نداره و یک گروه نیابتی است. و هر استراتژیستی که شما در بخش نظامی اگه او رو مطالعه بکنین گیج میشه. داعش در افغانستان سعی کنین چند نقطه را تهدید میکنه که به نوعی او به نفع امریکاست. داعش میاد سفارت روسیه را تهدید میکنه کی به نفع امریکاست، و امریکا چند سال سرازی سرمایه‌گذاری کرد که نیم منطقه را نارام بسازه. مرتقه می در مهمانخانه مهمانا و تجارای چینی را متضرر می‌سازه کی هم به نفع امریکاست. بنه نزی معلوم میشه که به تعقیب از این گروه دست امریکاست. و چرا ملل متحد هم شما خوب میشناسین کسایی هستن که 60% پول از امریکا میتن میخواین میره بزرگ نمایی کردن در حالی که حقیقت هم چون نیست. بسیار تشکر آقای قیومی. شما میگین، شما چی میگین در مورد چگونگی بحث امشب که شورای امنیت سازمان ملل برگزار میکنه؟ البته کلانتر، در سطح کلانترش روی بحث داعش در سطح جهان به بررسی میکنن و افغانستان هم شامل این بحث است. چرا این نشست و موضوع داعش و افغانستان، تحلیل شما چی است؟ برام خداوند سلام خدمت شما، مهمان شما، همه بینندگان گرامی سلام. ببینین، از نخستین روزایی که دولت طالبا شکل گرفت، البته خواست و انتظاراتی که جامعه جهانی داشت این بود که با توجه به موافقت نامه ای که از قبل بین طرف های مخصوصا بین طالبا و امریکا صورت گرفته بود،
تا حدود انتظاری بود که خب باید شرایطی در افغانستان ایجاد شود که زمینه های ثبات دائمی و در عین زمان شکل گیری یک دولتی که با قاعده وسیع باشه روی او کار صورت بگیره. سازمان ملل متحد با توجه به تجربه ای را که از کشورهای جنگ زده داره، خب بدون شک روی چند اصل تاکیدشی بوده که در صورتی که افغانستان یک رابطه فعال و سازنده ای را با جامعه جهانی نداشته باشه، در صورتی که افغانستان در واقع مورد توجه و همکاری به کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل صورت نگیره، خب ممکن است که مشکلات امنیتی، مشکل است که حضور گروهایی که مخل امنیت هستند در کشور افزایش پیدا بکنه. از دو سال به این طرف بحث حضور داعش و تا حدودی بحث القاعده نه تنها مورد توجه سازمان ملل متحد بوده که در این زمینه چندین گزارشی از طرف شورای امنیت نشر شد و جانب دیگر برخی زیادی از جورنال های بین المللی، از جمله یکی از جورنال های معتبری که در مورد افغانستان بررسی میکنه لانگ وار است، او هم یافته هاش نشان میده که گروه داعش در بعضی مناطق افغانستان فعالیت میکنه و در تلاش هست که برنامه هایی که در دراز مدت داره نه تنها در افغانستان تمرکز میکنه، بلکه فراتر از افغانستان به دنبال صدور گروه افراطی به آسیا مرکزی است. نشستی که امروز از طرف شورای امنیت برگزار شده، عمدتا تاکیدشی است که در واقع راه‌های جستجو شده به افغانستان که جلوی فعالیت داعش محدود شده، و جانب دیگر تأکید سازمان ملل متحد این است که ثبات دائمی در افغانستان ارتباط بسیار مستقیم دارد به تحول اقتصادی، مشکلات و بیکاری که امروز در نقاط مختلف افغانستان مردم به او روبرو هستند. اگر به یک راه حل دائمی سازمان ملل متحد و کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل جستجو نکنه، خب ظرفیت و توانمندی داعش بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بالاست و ممکن است اینا بی‌ثباتی و ناامنی را در مناطق مختلفی افزایش بدن. بسیار زیاد تشکر آقای محمد خیل. وقتی شورای امنیت سازمان ملل میگه در مورد، خب پیش از این هم اگر نگاه بندازیم به کشورهای آسیای مرکزی، آقای قیومی اشاره داشتند که اونا هم نگران هستند از صدور گروه های افراطی در داخل آسیای مرکزی. تاجیکستان هم هر از گاهی نگرانی میکرد در مورد از حضور 4000 داعش سخن زده بود و روس ها به طرف آمریکا حمله کرده بودند، گفتند که آمریکایی‌ها داعش حمایت میکنه، چیزی که شما پیشتر گفتین و همچنان بحث القایده داره. حالا شورای امنیت میگه که از 4 تا 6000 اعضای داعش و خانواده هایشان در افغانستان حضور داره. چی میخواین؟ یعنی چی میگن بعد از این قرار است چی شوه افغانستان؟ با توجه به اینکه خب آقای قیومی در صحبت هایشان گفتن که سازمان ملل در کل به دنبال یک ثبات دائمی در افغانستان است، ولی شما گفتین که پشت سیاست های بد آمریکا قرار داره. ببینید سپرز، ما کوتاه اشاره میکنم، اگر جهان در قسمت افغانستان دلسوزی داره و در قسمت تحول اقتصادی، قسمی که میمونم و شما گفت، اگر پشت ازت یک موضوع میشه که پول افغانستان که فریز است در جامعه جهانی یا در امریکا، همون بگو که با افغانستان بدن که وضع اقتصاد مردم افغانستان خوب شد و مردم افغانستان نشه که از خاطر 200 دلار در پشت سر داعش استاد جان. یک مسئله. دو، استراتژی 5 ساله که داعش اعلام کرد، گفت که ما افغانستان رو در 5 سال افغانستان و ایران رو فتح میکنیم، ما اینجا خراسان رو میسازیم. ای با امریکا و با ملل متحد نوزه یک بار است که مو بازی را که امریکا پیش انداخته بود که بیا این کشورهای مشترک المنافع را برش درد سر بسازه و تقابل منافع از یار خدا جایش بان، دو بازی در اینجا ادامه داشت. وقتی که روسیه میخواست که
بالای اوکراین حمله بکنه. شما در حرفای خلیلزاد شنیدین که خلیلزاد گفت ما زود از افغانستان برمانیم که افغانستان برای ما آتش میگشت. یعنی ما در دو جبهه درگیر میشدیم، باعث شکست ما میشد و عین بازی رو میخواستن که امریکا هم در کشورهای مشترک المنافع همین بازی رو انجام بده. یک طرف خود اوکراین مصروف میشه، یک طرف هم اینجا برش دردسر توسط گروهی به نام داعش و بیگیرنمان جور بکنه که یار غافلگیر بکنه و در دو جبهه جنگ یار غافلگیر بسازه. در حالی که این بازی کامیاب نیست. شما میفهمین که در افغانستان داعش به خاطر ازی موفق نمیشه و سربازگیری کرده نمیتونه که همه جنگ هایی که در افغانستان بوده در طول یک قرن از انگلیس شروع تا به امریکا همه روی یک انگیزه صورت گرفته. این جنگ ها را مردم کرده، این جنگ ها را دولت ها نکرده. مردم گفته اگر شهید شدم، اگر مردم شهید هستم، اگر کشته میشه قاضی هستم. این حال چی انگیزه باعث میشه که داعش یک گپ را برای سربازگیری بزنه؟ در افغانستان چی هست یا به خاطر چی جنگ میگیره؟ چی انگیزه را میگه؟ اگر تو میگن که طالبا با امریکا معاهده کرده، این معاهده را قبلا در وقت مشرکین مکه رسول کریم علیه السلام در حدیبیه کرده که حتی در اونجا گفتن که در آخر چیز نوشته کردن که رسول الله مبارک نوشته کنه یا پیغمبر خدا گفته که ما قبول نه تنها محمد نوشته کنه. حتی ایتو معاهده را وا قبول کردن که ظاهرا صحابه کرام گفت که به نفع ما نیست، به خاطر که اگر مشرکین مسلمان شد ما پس میته میشه، اگر مسلمان مشرک شد پس داده نمیتونه میشه. یعنی این معاهده در تاریخ اسلام قبلا شده. ای که هیچ چی انگیزه داره داعش برای سربازگیری من نمیفهم. اگر بیمان شما میفهمید. تشکر آقای قیومی. شما میفهمین که واقعیت ها چی است؟ خب هر کدام هر کشور در مورد داعش سخن میزنن، به گردن یک دیگر میندازن. روسیه میگه که امریکا حمایت میکنه و ایران میگه که امریکا حمایت میکنه و در شورای امنیت این کشورها هم حق ویتو دارن، قدرت های بزرگ. در از درون شورای امنیت بیشتر بگین و بازی هایی که در واقع بازی هایی هستن که کشورها را میخواین به جنگ بکشانن. خب ببینید، گزارشی که از طرف شورای امنیت تهیه شده و ممکن است در موردش اعضای ارشد شورای امنیت بحث بکنه، عمدتا گزارش از چند مسیری متفاوت تهیه شده و در عین زمان صحبت های در ارتباط به گزارش از سوی شورای امنیت با کشورهای همسایه شده و قطعا نگرانی کشورهای همسایه هم در این گزارش منعکس میشه. البته هر گزارش که تهیه میشه قبل از تهیه شدنش خب طبیعتا به اساس برآورد و بررسی را که سازمان ملل متحد و شورای امنیت از افغانستان داره سالانه قبل از شروع نشست عمومی سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید این گزارش با برخی از اعضای شورای امنیت شریک بسازه. قبل از اینکه گزارش عنوان شوه کشورهای همسایه با توجه به اینکه یک تعامل نسبی هم با طالبان دارن تا حدود زیادی از مسیرهای مختلف یافته های کشورها نشان میده که نگرانی های از وضعیت جاری در افغانستان دارن و این نگرانی ها را از یک طرف با طالبان شریک ساختن و جانب دیگر بین خود کشورهای منطقه بحث وجود دارد که وضعیت فعلی در افغانستان، حضور داعش، برخی گروه ها ممکن است که اگر در کوتاه مدت یک تهدید علیه منافع کشورهای منطقه ایجاد نکند در دراز مدت میتونه این ظرفیت داره. و جانب دیگر با شورای امنیت با توجه به رابطه مستقیمی که دارند نگرانی هایی که داشتن شریک ساختن. از این جهت امروز شورای امنیت این بحث جدی گرفته و یک بار دیگر میخواهد که به سهم اعضای ارشد شورای امنیت برسانه. خب در شورای امنیت چه اهمیت داره همین نشستی که امشب برگزار میشه؟ چه تغییری را خواهد آورد فکر میکنین؟ اهمیتش بیشتری است که قبل از اینکه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد البته برگزار شود، یکی از وظایف شورای امنیتی است که در واقع گزارشی که ارتباط میگیره مخصوصا به کشورهایی که حالت شکننده دارند و ممکن است که بی‌ثباتی بیشتر شود و ممکن است که گروه های افراطی بیشتر شود
باید ابتدا بین اعضای شورای امنیت مثلا مورد بررسی قرار بگیره و بعدا ممکن است که نتایجش یا در واقع مستقیم به نشست عمومی سازمان ملل متحد هم که بعدا برگزار میشه نتایجش مورد توجه قرار بگیره. خب دلایل اساسی که بس مطرح میشه تنها مسئله افغانستان نیست. درست. وظیفه اساسی شورای امنیت در واقع تحکیم و تأمین امنیت بین الملل است و امنیت بین الملل خب بدون شک ارتباط دارد با امنیت اعضای سازمان ملل متحد که هر کشور در واقع میتونه که هم یک اعضای بسیار مؤثر در نظام بین الملل باشه و هم میتونه که تهدید را علیه منافع ملل متحد یا سازمان نظام های بین المللی ایجاد بکنه. مسئله که در ارتباط با داعش ارتباط میگیره دلایل بسیار نگران کنندهش به برداشت ما عمدتاً رابطهش با پیشینه داعش در خاورمیانه و فعالیت هایی که داعش در عراق و در سوریه داشته قبل از اینکه داعش و مخصوصاً در دولتی به نام شام در عراق و در سوریه تشکیل بده سازمان توجه جدی به این فعالیت های داعش نداشت. اول قبل از او تصور نمیشد که داعش توانایی تشکیل یک دولت را در سطح دولت شام داشته باشه و بعدا خب دیده شد که داعش به سرعت دولتی را در شام تشکیل داد و در واقع مشکلات زیادی را هم به امنیت خاورمیانه و هم به امنیت کشورهای مختلف ایجاد کرد. مسئله افغانستان مخصوصا در شرایط فعلی که یک حالت شکنندگی داره و جانب دیگر نوع تعامل دنیا، تعامل نظامی مخصوصا سازمان ملل متحد، تعامل خود قدرت های تاثیرگذار با طالبا، تعامل با یک دولت نیست، تعامل عمدتاً به عنوان نیست که با یک بازیگر غیر دولتی تعامل دارند. خب خود نفسی شرایط فعلی یا تعاملی که در اکثر پایین بین طالبا و قدرت های بزرگ وجود داره این خودش یک انگیزه میته به گروه های افراطی مثل داعش که تلاش بکنن و در داخل افغانستان به خودشان پایگاه سازی بکنن و دلایلی که خب ممکن است که نگرانی شورای امنیت بیشتر ساخته این است که اگر در دراز مدت در ارتباط با سرکوب داعش و جانب دیگر به ارتباط با تغییر شرایط سیاسی در افغانستان سازمان ملل متحد و شورای امنیت یک برنامه روشن نداشته باشه خب داعش همون توانایی را که در گذشته در خاورمیانه داشت و دولتی را به نام شام تشکیل داد ممکن است که همون توانمندی را در دراز مدت نه تنها در افغانستان بلکه در آسیای مرکزی هم داشته باشه. از این منظر من فکر میکنم مسئله گزارش امشب خیلی مهم و موردی خیلی مهم از مورد توجهی اعضای ارشد سازمان ملل متحد قرار میگیره. آقای محمد خیل صحبت های آقای قیومی را به مفصل شنیدین که چگونه گزارش ها رسیده از کشورهای منطقه بگیریم تا در سطح کلانتر اون هدفی که در واقع در سیاست نوشته شده که شورای امنیت داره اون بحث تأمین امنیت نظام بین الملل و کشورها. حالا میپرسیم خب قرار است بعد از این چی شوه با این بازی که سردرگم کننده است و هر کشور در موردش صحبت میکنه. ببینید سپر صاحب عزیز من یک مسئله بیشتر فراموش کردم به خاطر مو فامیلای داعش که گفتم فامیلای داعش تا دو پروان تیاری که یکیش 117 نفر داشته یکیش 114 نفر ای به تاجیکستان انتقال شدن به خاطر که مردم تاجیکستان بوده که فامیلایش بردن در افغانستان انتقال نشده. مسئله شورای امنیت هم تو که میمان شما بارها را یاد میکنه از زاویه دید ما شورای امنیت سه کشور از این سلام میته دو کشور دفاع میکنه که روسیه و چین است که سه کشورشون دو طرف که امریکا و فرانسه و انگلیس است در اوکراین یک جنگ برای انداختن که در اونجا هیچ تمدن نمانده هیچ شعار نمانده. اول لازم است که بالای از اون تمرکز بکنه که اونجا مردم کشته میشه مدنیت ها از بین میره شعار ها از بین میره هر پنج کشوری که مداخله در اونجا انداخته یا جنگ میکنه مربوط شورای امنیت هستند.
مسئله افغانستان انوزه دور است که یا اون مسئله را حل بکنه، او برشان بسیار نزدیک و بهتر است، به خاطر از اینکه خود شورای امنیت وقتی که نمک خودش بگنده دیگه چی با چی، که شورای امنیت خودش داخل جنگ است. امیال سعی کنین یوگوری پریگوژن یک از قطعه واگنر در روسیه تایرش افتاده، امریکا از اینجا میگه که دهی دسته این تقابل منافع است که ناق نامای افغانستان دهی ذکر میشه یا در میواریت اتمن کدام هدف تعقیب میشه؟ هدف تعقیب میشه بله، چی هست یه هدف؟ امریکا میخواه که افغانستان در حالت انزوا نگاه بکنه، به خاطر از اینکه در آینده تمام کشورهای دیگره یا ایست که افغانستان تجزیه بکنه، به خاطر که یک مشت مردمی که قبلا هم در بن رفته بود گفتن که ما طبیعی هستی از این خاک هستیم دیگه که از اینجا وجود نداره، باز یک مردم خیستن و این نظام امریکا را تا به امریکا چیز کرد. اینت یک تصمیم امریکا داره که یا این کشور را تجزیه بکنه یا دیگه دائم جنگ باشه. از جنگ افغانستان چند کشور همسایه ما هم سود میبره. کدام کشور؟ مثال پاکستان او ما را مفت میبره، بازار مصرفی خود را دیگه جور کرده. ایران او ما را مفت میبره، بازار مصرفیش افغانستان است دیگه، تیل ایران دیگه جای نمیره. دیگه حالتی که در افغانستان یک دولت ضعیف باشه به نفع امریکا، به نفع متحدین امریکا است. بسیار زیاد تشکر سلام. آقای قیومی جنبندی، پس آینده چی خواهد شد با این سر و صداها در مورد افغانستان؟ خب ببینین، آینده افغانستان بستگی به تغییر شرایط داخلی افغانستان داره، بستگی داره که یک سلسله اصلاحاتی را طالبا روی دست بگیرن، مسئله ملی با کشورهای پس از جنگ بسیار تاکید شده که بارها در بحث ها یاد کردم، و مسئله تعامل سازنده با جامعه جهانی بسیار مهمه. از جمله خود سازمان ملل متحد یکی از بحث هایی که اکنون مطرح است، ببینین دو دیدگاه متفاوت است، در حالی که شورای امنیت گزارش ارائه میکنه و طالبا دیدگاه مخالف داره بله. و رد بکنه حضوری به داعش در افغانستان، خودش نشان میده که یک نوع سطح تعامل بسیار پیچیده و پایین بین طالبا و سازمان ملل متحد و شورای امنیت وجود داره. هیچ نوع تعاملی که در واقع یک دیدگاه مشخص راجع به گزارش وجود داشته باشه باستا پیدا نمیکنه. این نشانگری است که افغانستان در شرایط فعلی در یک انزوای بین المللی قرار داره، و جانب دیگر شورای امنیت هم کماکان نگرانی هایی را که نسبت به افغانستان داره او را باستاب میته. رای حل به افغانستان ابتدا ارتباط میگیره به مسائل داخلی، مخصوصا یک تحولی که کمک بکنه، از جمله یک انتقال سیاسی و در واقع یک حکومتی که مشروعیت از مردم بگیره و اساس خواست مردم باشه. و از جانب دیگر مسئله اساسی است که سازمان ملل متحد و کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل ممکن است پس از یک تحول مثبت در افغانستان مورد توجه و همکاری قرار بدن. به هر میزانی که سطح تعامل بین افغانستان و بین دنیا بیشتر شود، با برداشت ما سطح نگرانی از حضور گروه افراطی هم کاهش پیدا میکنه. بسیار زیاد تشکر. بیشتر از یک دقیقه فرصت داریم. ما میخوایم دو گپ برز برسانم. یکی که شما میفهمین که در افغانستان داعش وجود نداره، اگر دارم بسیار کم است، با پیمانی که خب امریکای ها میگه یا جامعه جهانی میگه به یه اندازه نیست، ولی در پشت سر از هیچ کدام اهداف که دارن او معلوم دار است که امریکا کدام اهداف داره و جامعه جهانی کدام اهداف داره، این موضوع معلوم است. داعش شما در افغانستان، ما پیشتر هم ذکر کردم یک دیگه، می چی گونه میتونه سربازگیری بکنه، در حالی که اگر از ما دعوت بکنه که تو بیا در صف ما، میگم شهید میشم، چی دلیل میگه برای ما شهید میشم یا نمیشم؟ خب وقتی که نه شهید شوی نه قاضی شوی نه جنگ بوریات شه، یک دولت اسلامی هست، حدود جاری هست، حتی مکتبا رو هم دال دروازش خلاص نکرده، تو باز برای ما چی رقم شریعت دیگر میاری؟ او را خب ما سربازگیری کرده نمیتونه، نه مردمی را قبول داره. سپاسگزارم آقای محمد خیل و آقای قیومی از حضور هر دو مهمان بزرگوار. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. تا سلام دیگر، شب روز بخیر.